سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من مهدی هستم از امتیری انیمیت به چنل خودتون خوش اومدین توی این ویدیو میخوایم که کمتر از ده دقیقه یاد بگیریم چطور با نرم افزار افتر افکت کار بکنیم پس بزن بریم این سمت چپ پنجره پروژکت اینجا همون چیزیه که همون جاییه که ما فایل پروژمون رو داخلش میذاریم فایل خودم رو اینجا انتخاب بکنم بیارمش این داخل اضافه بکنم این قسمت وقتی یکی از فوتیجا رو انتخاب میکنم توضیحاتش رو برام می‌نویسه سایز و فریم ریتش رو به من میگه از این قسمت میتونم یه دونه کامپوزیشن جدید بسازم تنظیمات خیلی مختلفی داره اما اون چیزی که لازم شما برای شروع کار بدونید یکی ابعاد اونه که بهترین سایزی که میتونید استفاده بکنید 1920 در 1080 یا برعکس این 1080 در 1920 برای سایزهای مناسب تیک تاک، شورت یوتیوب و ریلز اینستاگرام از این قسمت هم میتونید پریست های مختلف رو انتخاب بکنید زمان کامپوزیشن رو اینجا میبینید و فریم ریت اینجا میتونید اسم کامپوزیشن رو برای خودتون مشخص بکنید اوکی میکنم اولین کامپوزیشن ساخته میشه یه صفحه سیاه میبینیم که خب هنوز داخلش هیچی وجود نداره من یکی از این فوتیجا رو انتخاب میکنم میارم داخل این قسمت اضافه میکنم این قسمتی که من اضافه کردم یک لایه با اون فوتیج من ایجاد کرد که به اینجا بهش میگیم قسمت تایملاین تایملاین توی نرم افزار افتر چیزی شبیه به قسمت لایه ها یا لیرز توی نرم افزار فتوشاپ و نرم افزار دیگه است پس اینجا ما لایه های مختلف رو میبینیم اما یه چیزی که اونو متفاوت میکنه نسبت به نرم افزارهای دیگه سمت راست اونه که علاوه بر این لایه هایی که اینجا میبینیم اینجا مدت زمان یا اون طول اون کامپوزیشن رو هم میتونیم ببینیم که اگر من این دستگیره آبی رو این هندل رو بگیرم و بکنم ببینیم که ویدیوی من پلی میشه یا اون فوتیج من پلی میشه خب من بعد از این میام اون فایل دیگر رو اضافه میکنم اینجا اینجا هم میتونیم اضافه بکنیم و اینجا میام لوگو رو اضافه میکنم توی قسمت تایم لاین که اینجا حالا دو تا لایه دارم خب حالا بریم اولین انیمیت رو توی نرم افتر افکت بسازیم میام این قسمت کنار این لایه یه مثلث کوچولو هست اینو میزنم اینجا قسمت ترانسفورم رو میبینم دوباره اون رو مثلثش رو می باز میکنم اینجا پارامترهای مختلف رو میبینیم یکی از پارامترهای اصلی پوزیشنه پوزیشن محل قرارگیری این لایه من رو مشخص میکنه من میخوام لوگوی من از این قسمت پایین بیاد و بعد بیاد بالا میام روی این دکمه اینجا که اصطلاحاً شبیه به یک کرنومتر یا استاپ واچ هست کلیک میکنم اینجا یه دونه کی فریم برای نرم افزار ایجاد کرد حالا اگر بیام جلوتر مثلا توی ثانیه دو قرار بگیرم میام این لایه رو بالاتر میارمش و نرم افزار افتر افکت به صورت اتوماتیک فاصله بین این دوتا کی فریم رو خودش ایجاد میکنه برای اینکه بخوایم انیمیتمون سریعتر اتفاق بیفته میتونیم فاصله کی ها رو کمتر بکنیم و اگر بخوایم انیمیتمون رو آرومتر بکنیم فاصله کی ها رو بیشتر میکنیم خب من میام فاصله شون رو روی یک ثانیه تنظیم میکنم یه بار پلی میکنم این میشه از انیمیت من. اما همونطور که میبینین سرعتش خیلی سریع شروع میشه و خیلی سریع متوقف میشه توی دنیای واقعی همه اجسام یه شتاب صفر دارن کم کم شتابش بیشتر میشه و بعد موقع ایستادن شتابش کم 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 میشه یه هوی توقف نمیکنه برای اینکه ما بتونیم این حرکت رو ایجاد بکنیم دو تا کیفر ما انتخاب میکنیم از منوی انیمیشن کیفر اسیستنت گزینه ایزی ایز رو انتخاب میکنیم کلید میان برش F9 روی کیبورد کلید F9 رو فشار میدم حالا انیمیتش یه انیمیت نرمتر و ارگانیک تر میشه توی این مثال میتونید تفاوت حالت بدون ایز و حالت ایزیز رو با هم دیگه مقایسه بکنید از این کیلد حالت کو برای زومین استفاده میکنم روی تایم‌لاین و از این دستگیره میتونم روی تایم‌لاین جابجا جا به باشم یه مقدار بیام نزدیکتر کیفرم همو ببینم میام تو این ثانیه یک جایی که قرار داشته روی اپاسیتی کلیک میکنم یه دونه استاپ واچ یا کی برای اون هم اضافه میکنم و میام اول کار عدد این رو روی صفر میبرم دو تا اینو انتخاب میکنم از منو انیمیشن کی فریم اسیستنت و ایزیز رو برای این یکی هم فعال میکنم حالا میشه انیمیت من حالا میخوام کل این لایه یه مقداری کوچیک بشه اسکیل بدم برای اسکیل دادن خیلی راحت من میام از اینجا از این دستگیر اطراف انتخاب میکنم کلید شیفت رو نگه میدارم یه مقداری کوچیک ترش میکنم روی کیبورد کلید یورو فشار میدم اینطوری فقط کی ها به من نمایش داده میشه خب این قسمت بالا قسمت ابزار رو داریم ابزار مختلف مثل پنتول، مثل شیپ لایر ها مثل این ابزار هند که من میتونم کامپوزیشن رو باش جابجا بکنم راحت تر و ببینمش و ابزار تایپ که اینجا میخوایم از ابزار تایپ استفاده بکنیم من اینجا کلیک میکنم روی صفحه و یه نوشته برای خودم اضافه میکنم خب من این متن رو نوشتم اینجا همونجور که میبینین یک لایه جدید یک لایه مت برای من توی تایملاین اضافه کرده برای اینکه مطمئن بشم وسط صفحه قرار گرفته میام از این پنل های سمت راست استفاده میکنم اینجا ما یه عالم پنل داریم که هر کدوم کارای خودشون رو دارن بعدا راجبشون میتونیم بیشتر یاد بگیریم اما الان فقط با پنل الاین کار دارم از اینجا میتونم اون رو وسط صفحه تنظیم بکنم که مطمئن باشم وسط صفحه وسط کامپوزیشن قرار گرفته یکی از مهمترین پنل ها پنل Effect ام پریست و میبینیم که افکت های خیلی خیلی زیادی اینجا برای من نمایش داده میشه چون مقدارشون خیلی زیاده از اینجا خیلی راحت میتونیم سرچ بکنیم افکت مورد نظر خودمون من میام اینجا افکت هیو و ساتوریشن رو سرچ میکنم لایه فوتج خودم رو انتخاب میکنم و دو بار روی افکت کلیک میکنم همونطور که متوجه شدیم، این سمت چپ بالا صفحه عوض شد و وارد قسمت افکت کنترل شدیم میتونه میزان ساتوریشن و نوع هیو رنگ رو برام عوض بکنه که من میتونم با استفاده از این پارامتر رنگ رو عوض بکنم یا با استفاده از ساتوریشن بیام اون رو کم بکنم و تبدیل به سیاسفید بکنم همینطور میتونم با استفاده از میزان لایتنس یه مقدار روشنایی رو کمتر بکنم که این نوشته من بهتر دیده بشه من میخوام وقتی انیمیشن من اینجا اومد کامل شد این نوشته تازه ظاهر بشه لایم رو انتخاب میکنم میام از این قسمت سمت چپ شکل هم عوض میشه اونو یه مقداری کوتاه ترش میکنم و تا اینجا میادمش میام این دو تا لایه رو انتخاب میکنم کلید کنترل رو پایین نگه میدارم روی هر لایه کلیک بکنم انتخاب میشه دو تا لایه رو انتخاب میکنم از منوی لایر این پایین گزینه پری کامپوز رو انتخاب میکنم یا روی کیبورد کلیدهای های کنترل شیفت و سی رو فشار میدم اینجا منوی جدیدی برام باز میشه اسمش رو مینویسم مثلا به عنوان لوگو اند تکست این رو براش مینویسم و داخل کامپوزیشن جدید میکنم همونطور که اینجا میبینید یه دونه کامپوزیشن یعنی هر دو اون لایه ها تبدیل به یه کامپوزیشن شد من اینجا برگردم به پنل پروژکت اینجا میبینید که یه دونه کامپوزیشن جدید لوگان تکس اینجا اضافه شده کنترل N میزنم این ترو دو اسمش رو میذارم و با همون تنظیمات یه دونه کامپوزیشن جدید باز میکنم اینجا میام دوم رو اضافه میکنم روی تصویرم فقط کافیه که بیام اون کامپوزیشن لوگان تکس رو اینجا اضافه بکنم دوباره کلیک میکنم بینیم که همون انیمیشن رو من مجدداً روی یه دونه کامپوزیشن جدید دارم برای این تغییر رنگ نوشته و سایزش میتونم اینجا بیام از پنل کاراکتر استفاده بکنم اینجا کلیک میکنم تنظیمات کاراکتر یا متن من اینجا دیدمشه نوشته رو میتونم یه مقدار کوچکتر یا بزرگتر بکنم یه مقدار جاشو بیارم بالاتر رنگش هم مثلا بیام از این بنفش استفاده بکنم حالا برمیگردم به این کامپوزیشن قبلی بینیم که همه تغییرات اینجا انجام شده به کامپوزیشن اول برمیگردم بازم هم که تغییرات اینجا انجام شده حالا میخوایم از این انیمیشنمون یه خروجی بگیریم از این دو تا دستگیره آبی چپ و راست من میام از اینجا کلیک میکنم مثلا اینو میارم روی چهار ثانیه برای خروجی گرفتم میام از منوی کامپوزیشن و گزینه اد تو رندر کیو استفاده میکنم یا کلید کنترل ام رو روی کیبورد فشار میدم اولین گزینه گزینه بس ستینگ فعلا با اون کاری نداریم یعنی بهترین تنظیمات انتخاب شده گزینه دوم آوت پوت که الان میخوام تغییرش بدم روش کلیک میکنیم تنظیماتش رو اینجا میبینین. قسمتی که برای ما مهمه قسمت فرمته من میتونم از فرمت AVI H264 یا همون MP4 که همه میشناسیم یا فرمت های دیگه استفاده بکنم من اول یه دونه خروجی با همین تنظیمات میگیرم و از گزینه آخر میتونم محل خروجی رو مشخص بکنم مثلا میام روی دسکتاپ و اینجا یه دونه خروجی میگیرم روی گزینه رندر کلیک میکنم و ثبت میکنم تا عملیات رندرم انجام بشه میام روی دسکتاپ این فایل من اینجا یه حجمی حدود 717 مگابایت داره من اگه روش کلیک بکنم می‌بینیم که 717 مگابایت خروجی هی. دوباره وارد افتر فکر میشم روی همین کامپوزیشن میام منوی کامپوزیشن و اد تو رندر کیو رو دوباره کلیک میکنم دوباره یه رندر جدید برام باز میشه از این قسمت لوزلس گزینه‌ش رو روی H264 که فرمت MP4 به من خروجی بده اوکی میکنم روی رندر کلیک میکنم دوباره رندر گرفته میشه و این دفعه حجم فایل خروجی من تبدیل میشه به کمتر از 5 مگابایت خب تبریک میگم اینم از آموزش افتر افکت توی 10 دقیقه حالا شما میتونی انیمیشن های ساده ای رو برای خودت بسازی پیشنهاد میکنم بیشتر توی محیط نرم افزار بچرخی بیشتر باش کار بکنید تا هرچی بیشتر باش آشنا بشی اما اگر به افتر افکت و موشن گرافیک علاقه داری و دوست داری بیشتر یاد بگیری پیشنهاد میکنم ویدیوهایی که داخل کانال و پلی لیست آموزش های افتر افکت برات گذاشتم رو حتما چک بکنی و اینم بگم که هر هفته ویدیوهای جدید برای آموزش توی کانال قرار داده میشه امیدوارم که براتون مفید بوده باشه دوستتون دارم خدا نگهدارت